سلام بچه‌ها، چطورید؟ من محمد علی هستم و خوش اومدید به یه آموزش دیگه از آموزش بازسازی با یونیتی. تو این ویدیو می‌خوایم بریم با هم دیگه یک ماشینی دانلود بکنیم و کار کنترلرمون رو روی این ماشین سوار بکنیم. کار کنترلر چی هست؟ یه دونه کلاسه به عنوان مثال که می‌تونیم بنویسیم و کاری بکنیم که ماشینمون رو به حرکت در بیاره، چرخاش بچرخه و خیلی کارهای دیگه که یه ماشین می‌تونه انجام بده. پس اگه می‌خواید یاد بگیرید که چجوری می‌تونیم یک ماشینی بسازیم و این ماشین رو کنترلش بکنیم، حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. و اینکه اگر این ویدیو دوست داشتید حتما لایک بزنید که این ویدیو به دید دیگران هم بره و بقیه هم این ویدیو رو ببینن و استفاده بکنن. و اگر هم دوست دارید که ویدیوهای دیگه منو ببینید، حتما داخل کانال سابسکرایب کنید. خب دیگه اینترو رو خیلی طولانیش نکنیم و خیلی سریع بریم ماشینمون رو بسازیم. Let's go. خب من چه پروژه‌ای از قبل آماده کردم که داخلش یه دونه گراوند داریم که یه دونه کیوبه که اندازش بزرگ کردم 100%، ارتفاعش هم کردم نیم و عکس پارتس کلایدر هم داره. و اگه شما می‌خواید متریالش رو داشته باشید، این فولدری که اینجا هست و من از داخل asset store یونیتی دانلود کردم، شما میتونید لینکش داخل دیسکریپشن هست، میتونید هم از داخل asset store دانلود بکنید، لینکش پایین هست، همین که به طور جداگانه میتونید دانلود بکنید و استفاده بکنید. و اینجا قسمت انوایرمنت یه دونه متریال داریم به اسم گراوند که من اینجا تایلینگش رو زیاد کردم، میتونید 100% هم بذارید. به مثلا این کاشی ها رو دونه هاش رو زیاد میکنه که بازمون خوشگل تر بشه. الان من گذاشتم رو 20x20 کاشی ها رو و شما هر عددی که دلتون بخواد میذارید. اینم تکسترشه و پایین ترش یه دونه متریال داریم که دوباره به اینا نمیخوایم دست بزنیم، متریال ماشینامونه، اینم مش ماشینمونه. و با این پریفاب کار داریم که ببین پریفابون ازش استفاده بکنیم. البته اینجا یه متد سینم داریم که البته ما خودتون میتونید سینشو ببینید، سینش چیز خاصی نداره. و من از رنگ زرد این ماشین میخوام استفاده بکنم برای اینکه این یه مش کامله، برای اینکه ما بتونیم ازش استفاده بکنیم و کار کنترل خودمون رو روش سوار بکنیم و بسازیم. این استی که الان ما دانلود کردیم به طور خودکار خودش کلیدر داره، ولی اگر 1% شما کلیدر برای ماشینتون ندارید، حتما حالا با بالاش که کاری نداریم، بالاش درسته، کلیدر رو اگر خواستید بسازید پایین تر از خود ماشین دیگه نباید کلیدر بزنه بیرون از خود ماشین. ببینید این خطش خود ماشین از خود ماشین دیگه پایین تر نزد، یعنی چرخو نگرفته، اصلا چرخو ول کرده چون کلیدر چرخ جداست. برای همین اصلا از خود ماشین پایین تر نباید بزنه که به زمین یه وقت گیر نکنه. حتما اینو حواستون باشه چون خیلی مهمه. بعدش من اینو آنپک پریفاب میکنم و اسمش هم تغییر میدم به همون کار معمولی، حالا دیگه اسم نمیخوام براش بذاریم. و اولین کاری که میکنیم اینو میخوایم دستبندی بکنیم، یه دونه کرییت ام تی میکنیم، ترانسفورمش که آلردی ریسته، یه دونه ویژوال میذاریم اسمشو و همه اینا رو میذاریم جزء چایلدش. این از این داخل این ویژوالمون یه دونه آبجکت دیگه میخوایم دوباره کرییت ام تی میکنم و اسمش رو میذارم ویلز، یعنی همه چرخا رو آبجکت ها رو به این شکل، این 4 تا چرخه که ببینید الان من خاموششون کنم این 4 تا چرخ غیب شدن، پس ایناست، اینا رو همه هم میذارم جزء چارت های این ویلزمون. این هم از این درست شد. داخل این ویلز دو تا دیگه میخوایم، دو تا آبجکت دیگه، یکی برای مش های چرخامون و یکی هم برای کلیدر های چرخامون. حتما اینا باید جدا سازی بشن، این نمیشه که شما مش و کلیدر رو با هم دیگه وصل بکنید، حتما باید دو تا آبجکت جدا باشن. پس یه دونه داخل ویلز، یه دونه ویلز کلایدر ساختم که همه ویلز مش ساختم که همه مش ها رو انداختم داخلش. این هم یه آبجکت برای ویلز کلایدر که همه کلایدر رو بریزیم داخلش. این ویلز مش داخلش 4 تا چرخمون هست که اول از همه اینا رو اسامیشون رو درست بدیم و دستبندی بکنیم، چون خیلی مهمه که یه وقت اینا جابجا نشن، چرخ راست رو به عقب ندی، چپ رو به راست ندی و اینجوری اشتباه پیش نیاد. اولین چرخ مربوط به چرخ عقب و چپ که اسمش رو می‌ذارم ویل بک لفت، دومیش برای ویل بک رایت، چرخ عقب و راست. اینا رو همه رو اسامیشون رو درست بدید، چرخ جلو و چپ، چرخ جلو و راست. من چرخ جلو و راستم گذاشتم اول، چرخ جلو و چپم گذاشتم دوم، چرخ بک و راستم گذاشتم سوم و اونی که هم گذاشتم چهارم. به این شکل طبقه بندی کردم و اینجا هم به همون شکل، یعنی چرخ اول ما میشه ویل فرانت رایت و این کلیدرشه، یعنی کلیدرشو میسازیم، چون این کلایدره دیگه اسمشو میذارم ویل، اسمشو میذارم کلایدره فرانت رایت. و یه دونه اد کامپوننت شما میزنید و اینجا سرچ میکنید ویل که این ویل کلایدر رو برام میاره، به این شکل میکنید. و الان بریم نزدیکش، دقیقاً باید این ویل کلایدر شما بیاد روی چرختون و سوار شه روی چرختون، که اگه بخوایم ترانسفورمشو بدیم همین ویل فرانت رایت رو من میزنم، ترانسفورمشو از اینجا کپی میکنم همین کامپوننت رو و میبرم داخل این کلایدرم، اینجا ترانسفورمشو پیست کامپوننت ولیوز میذارم که اینجا میاد دقیقاً از روی نقطه وسط. و الان نشون به ما نمیده، ببینید هیچ چیزی اینجا به ما نشون نمیده، هیچ دایره‌ای به ما نشون نمیده که آیا این ویل کلایدر ما درست گذاشتیم نذاشتیم، باید بزرگ کنیم کوچیک کنیم. برای همین شما حتما باید یک ریجید بادی به این بدید که معلوم بشه. به خود کار من یک ریجید بادی میدم
به همین راحتی، به هیچ چیزیش هم دست نمیذاریم، فعلا میذاریم همینجوری بمونه. و الان درست شد، الان داره به من نشون میده. ریدیوسش رو میتونم یه کمتر بکنم چون خیلی بزرگیه. و الان همونطور ببینید آبجکت من روی نقطه وسطه، ولی کلایدرش یه خورده اومده پایینتر. شما آبجکت رو میبرید بالاتر که دقیقا توی نقطه اصلی خود چرخ قرار بگیره. از این ور اونور میتونید حالا بهش نگاه کنید، یه وقت بیرون نزنه، اینا رو همه رو درست بکنید. بالاخره اینا اندازه است دیگه، من چیزی نیست که من یاد بدم، خودتون باید اندازه رو درست بهش بدید. خب ردیوس هم گذاشتم تقریبا 34 صدم و دیگه جاش هم که درست کردم. و چرخ جلو، دو تا چرخ جلو عین همه، ولی دو تا چرخ عقب یه خورده بزرگترن. برای همین من میتونم اینو کپی کنم برای چرخ جلو، ولی نمیتونم کپیش کنم برای چرخ های عقب. چرخ های عقب رو باید یه خورده تغییرش بدیم. چرخ جلو هم گذاشتم کاملا درست شد. چرخ های عقب رو میذارم چرخ عقب، ولی یه خورده باید تغییرش میدم که اینا رو حتما خودتون تغییر بدید. یه خورده باید بالاتر، شاید یه خورده باید بزرگتر بشه، چون فکر کنم چرخ های بزرگتر، چرخ های عقب بزرگتر از چرخ های جلو هم. اینا رو حتما درست بهشون بدید و تقریبا یه جوری در بیارید که دقیقاً این کلایدر دور تا دور چرخو بگیره. و من اینا رو تون تون درست کنم و در ادامه با هم باشیم. و خب آخرین چرخ هم من دادم و الان از این نمای دور که نگاه بکنیم کاملا درست همه چی. من 4 تا کلایدر رو بهشون دادم، اینم کلایدر آخر که تقریبا همه چیزش درسته دیگه، کپی کردم همه چیزش درسته. و خب این شد از کل کار ما، ماشین ما که درستش کردیم و دستبندی کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ یه دونه کلاس که بتونیم داخلش چیزایی که میخوایم رو بنویسیم و کلا کار کنترلرمون رو بسازیم. اسمش رو گذاشتم هم کار کنترلر و اسانش کردم به خود آبجکت کارمون و میریم داخلش. اول از همه اون دو تا نیم اسپیس بالایی که احتیاج نداریم هیچی پاکش کردم. پرایوت فلوت هوریزن اینپوتمون رو میخوایم، ورودیامون رو میخوایم. یکی اوریزونتال اینپوت و یکی هم ورتیکال اینپوت. هوریزونتال برای راست و چپ، ورتیکال برای جلو و عقب. یه دونه بولین برای ایز بریکینگ. بریک یعنی همون چیز به معنی ترمز میشه که آیا من الان دارم ترمز میکنم یا نمیکنم. این بولین برامونه که خب اینا این از این. بعدش نیاز داریم، من میخوام از متد فیکس آپدیت کلا استفاده بکنیم داخل این ویدیو، چون یه جورایی کلا بعد از فیکس آپدیت استفاده بکنیم. برای همین فیکس آپدیت رو نوشتم و اولین متدی که میخوایم گت اینپوت که ببینیم آیا ورودیامون رو بگیریم ورودیامون چی هستن. هوریزونتال اینپوت رو مساوی میکنیم با اینپوت دات گت اکسس. اینو دیگه فکر کنم همتون بلد باشید، انقدر من داخل ویدیو گفتم که درکز هوریزونتال. و بعدش هم ورتیکال اینپوت که میشه اینپوت دات گت اکسس ورتیکال. اینا رو اگر هم نمیدونید چیه داخل یونیتی یه بار دیگه حالا بهتون نشون میدم. ایز بریکینگ رو مساویش میکنیم با چی؟ با اینپوت. به عنوان مثلا میتونیم دکمه اسپیس رو بذاریم برای ترمز. گت کی کی کد دات اسپیس. اینم از این. و متد بعدی هندل موتوره، اینو اینجا مینویسم و این متد هم پایینش مینویسیم که داشته باشیم. این از داخل فیکس آپدیتش. این پایین هم متد رو میسازیم. خب ساختمش و اینجا چیزایی که برای این متد میخوام و اول از همه مینویسم. یه دونه فلوت میخوام که باید به صورت پابلیک باشه به اسم موتور فورس، قدرت موتور ماشینمون، یعنی همون سرعتش به عنوان مثال. بعد یه دونه پابلیک فلوت دیگه به اسم به عنوان مثال بریک فورس، یعنی قدرت ترمز که با چه قدرتی ترمز کنه، آروم آروم ترمز کنه تون. حالا اینا رو خودتون میتونید بدید. یه دونه پرایوتون بالا میخوایم به اسم کارنت بریک فورس، یعنی همون قدرت ترمزی که الان میخوایم، چون ممکنه ما یه جا صفر بخوایم که اصلا نخوایم وایسیم صفر باشه، ممکنه یه جا به مرسل یه عدد بزرگی بخوایم که یهو ترمز بکنه. برای همین حتما باید کارنت بریک فورس داشته باشیم. و بعدش هم همه چرخامون میخوایم، برای همین ویل کلایدر میسازم. پابلیک ویل کلایدر اسم اولین چرخمون، ویل فرانت رایت. از همین کپی میکنم برای همه چرخو میذارم. 4 تا چرخ داشتیم، ویل فرانت رایت، ویل فرانت لفت، بعدی میشه ویل بک رایت، بعدی میشه ویل بک لفت. این از 4 تا چرخمون که همشون ویل کلایدرن اینو دادیم. ولی برای اینکه اینا رو دستبندی بکنم یه دونه پابلیک استراک میسازم که مثل همون کلاس میمونه که اینا رو عملیتون داخلش. اسمش هم گذاشتم ویلز کلایدر، کلایدرهای این چرخام که اینا رو به این شکل، اینه یه کلاس میمونه دیگه، میسازید و پایینش هم از همین کلاسمون استفاده میکنیم که در اصل بدون دیده بشه. ویلز کلایدر بود اسمش. البته آها یه دونه ال من باید اینجا بذارم چون دو تا ال داره و اسمش هم همون میذارم ویلز کلایدر، ولی با دبلیو کوچیک. و خب الان درست شد، ولی این داخل این اسپکتور یونیتی به ما نشون نمیده، ببینید نیست. بعد همین اولش باید بنویسیم سیستم دات سریالایزبل که اینجوری دیگه داخل یونیتی به ما نشون میده که بتونیم چرخامون رو اسائن بکنیم. خب اینم از چرخامون. بیام اینجا میخوایم از دو تا چرخ جلو رو بهشون حرکت بدیم. ویلز کلایدر دات چرخ جلومون راستیه دات موتور تورک، یعنی به عنوان مثال تورک همون چرخشش میشه، موتور تورک چرخش همون در از چرخمون که چرخمون رو بچرخونه و بهش حرکت بده که به سمت جلو به عنوان مثال حرکت بکنه. و ورتیکال اینپوت همون به عنوان مثال جلو عقب اون رو ضبط در موتور فورسمون میکنیم که حالا به اون میدیم. و خود ویل کلایدر دیگه همه اینا رو میدونه که چجوری بهش
سرعت بده، چقدر بچرخونه دیگه. ما نمیخواد دست بسه، فقط یه عدد ما دادیم به موتور ترکیه، اونم چیه؟ ورتیکال اینپوت ضرب در موتور فورس. اینو بهش دادیم، خودش دیگه همه کارا رو میکنه. بعدش میایم اینجا برای ترمزمون، اون بالا دو تا چرخو دادیم، بعدش میایم برای ترمز که یه ایف میخوایم که این ایفو به صورت خلاصه مینویسم یا به صورت حرفه‌ای. کارنت بریک فورسمون رو مساوی میکنیم با ایز بریکینگ علامت سوال بریک فورس 2.0. این یعنی چی؟ یعنی کارنت بریک فورسمون رو اگر ایز بریکینگ ترو بود مساوی بکن با بریک فورس در غیر این صورت، این دو نقطه در غیر این صورت مساویش بکن با صفر. پس چی شد؟ یعنی کارنت بریک فورس ما اگر ایز بریکینگ ترو باشه میشه بریک فورس، اگر ایز بریکینگ فالز باشه میشه صفر. یعنی اگه ما ترمز رو گرفته باشیم میشه بریک فورس ما، بمارسه میشه 1000. اگه ما ترمز رو نگرفته باشیم میشه صفر، که دیگه اصلا ترمز نکن. بعدش این باید اپلای بشه دیگه، یعنی باید اپلای بشه که ما بریک بکنیم. برام یه متد میسازم به اسم اپلای بریکینگ، این ترمز ما رو اپلای بکنه روی ماشینمون، که میریم همه چرخ‌ها باید روشون ترمز اعمال بشه. اولین چرخ جلو و راسته که داد یه دونه بریک تورک داره، اون موتور تورک بودیم بریک تورک، اصلا خیلی آسونه. مساویش می‌کنیم با کارنت بریک فورس، تمام شد. همینو میذاریم برای همین چرخ، اصلا خیلی کار آسونیه کار کردن با این ویل کلایدر، چون همه کارا رو خودش انجام میده، فقط شما کاری باید یه عدد بهش بدید. همین، اینم برای همه چرخا که بهش دادم. بعدش میریم سراغ هندل استرینگ. یعنی چی؟ یعنی اون چرخش چرخا که میخوان بچرخیم به راست، بچرخیم به چرخ به چپ، یه چند درجه باید بچرخن دیگه. این استرینگ به همون معناست. این متدم نوشتم و اون پایینم میسازم. اول از همه بریم سراغ چیزایی که میخواد. یه دونه پرایوت فلوت میخواد به اسم current is همون استیر انگل، انگل یعنی همون درجه، درجه ای که میخواد چرخمون به چرخه دیگه. تای تایش از تای تای مکس هم باید داشته باشیم. این پایین یه دونه میذارم public float max استیر انگل، یعنی تای تایش دیگه چقدر چرخمون به چرخه دیگه، خیلی که نباید به چرخه. برای همون هم گذاشتم و میایم اینجا متد رو ساختیم هندل استرینگ، و بعد اینجا پایینش میگیم که current استیر انگلمون رو مساوی بکن با max string angle ضرب در horizontal input. این چی کار میکنه؟ horizontal input ما یه فلوته که بین 0 تا 1 میره، و تا ما دکمه رو بزنیم هی میشه 1 دهم، 2 دهم، 3 دهم، و آروم آروم میره تا برسه به 1. برای همین باعث میشه که چرخ ما آروم آروم بچرخه. برای همین من ضرب در horizontal input کردم max استریمون. 1 دهم ضرب در 100 میشه به مثال 1. همینجوری 1 درجه 1 درجه آروم آروم میچرخه به سمت راست، که دیگه باعث میشه که یهو چرخمون نچرخه. و بعد این رو اعمال میکنم روی دو تا چرخ جلو، چون فقط قراره که دو تا چرخ جلومون بچرخه نه چرخهای دیگه. اینو اعمال کردم که یه دونه استیر انگل داره ویل کلایدرمون، که مساویش میکنیم با کارنت استیر انگل. و دلیل اینکه اون بالا فقط دو تا چرخ جلو رو ما بهشون نیروی حرکت دادیم این بود که قراره فقط دو تا چرخ جلو بچرخن. برای همین به همون دو تا چرخ جلو که قراره بچرخن نیرو میدیم که چرخشش هم به مثلا اعمال بشه. موتور فورس هم داخل یونیتی میذارم 1000، بریک فورس هم میذارم 3000 که خیلی خوب ترمز بکنه، و اون چرخش چرخانم که گذاشتم 30 درجه بیشتر نچرخه. چون اگه اینجا ببینید، اگه من اینجاشو بچرخونم ببینید تای تایش 30ه، ببینید از 30 بیشتری اصلا نیازی نداره بچرخه، برای همین گذاشتمش روی 30. این هم از 30. و بعدش هم کلایدر چرخامون رو ببینید. از یه کار دیگر ما داخل کد نکردیم که بهتون نشون میدم که اگه این کارو میکردم شاید به نظرتون میاد که اصلا چرا این کارو کردیم. برای همین این کارو نکردم که داخل یونیتی ببینیم که دلیل اینکه این کارو میکنیم چیه. الان پلی بکنیم این ایراد رو با هم ببینیم که بعد بریم ایراد رو با هم درست بکنیم. خب الان کار ما گلدن پرید رفت. خب این دلیلش اینه که ماشین ما خیلی سبکه. ببینید یکی شما فرض کنید یه ماشین با وزن 1 گرم، خب خیلی اصلا غیر معمولیه. برای همین ما اینو یه خورده سنگین ترش میکنیم، میشه 1500 که سنگین میشه. خب الان بهتر شد، ببینیم. خب الان بهتر شد، قشنگ سوار شد رو ماشین و ماشین ما داره کاملا درست کار میکنه. ایرادی که گفتم چیه؟ الان ببینید ماشین ما داره حرکت میکنه ولی چرخا نمیچرخن، اصلا انگار نه انگار که ماشین داره انگار داره سر میخوره رو زمین، انگار یخه. خب پس این ایراد ما بود. یه ایراد دیگه اینه که الان من میشم به چپ، ببینید الان من میشم چپ ولی چرخ من اصلا نمیپیچه. اون 30 درجه که گفتم نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما همه اینا رو وارد کردیم برای ویل کلایدرامون، نه روی مشش، چون مشش داره دیده میشه دیگه، ویل کلایدره که دیده نمیشه، مش داره دیده میشه. برای همین باید اینا رو همه رو اعمال کنیم دوباره رو مش، که اگه میچرخه، اگه چند درجه میچرخه، اینا همه رو باید اعمال کنیم دوباره رو مش. که از همین کلایدر رو کپی میکنم میارم پایین، اسمش رو میذارم ویلز ترانسفورم، ترانسفورم ویلامون، که همه رو باید بهش بدیم دیگه، بچرخه به راست، بچرخه به چپ، بچرخه به جلو، بچرخه هر چی. اینا رو همه رو اسم، چون کپی کردم اسمشو درست میکنم ویلز ترانسفورم، اینا ویلز ترانسفورم، و اینا با دبلیو کوچیک ویلز ترانسفورم. اسمای اینا رو هم چون خیلی هم اسمن قرار تغییر بدم. اینا چون ترانسفورمن، از کلا اسما رو میخوام تغییر بدم چون بعد اسم گذاری کردم، اسم اینا رو کلا میذارم فرانت رایت ویل، یعنی از جهت شروع میکنم که فرانت رایت ویل، فرانت لفت ویل، بک رایت ویل و بک لفت ویل. این از این، اینا هم همونجوری فرانت رایت، ولی این چون دیگه ترانسفورم، فرانت رایت ترانسفورم دیگه ویل نمیشه، میشه ترانسفورم.
این یکی هم دوره میشه فرانت لفت ترانسفورم، اینا رو دونه دونه، حالا اسامیه دیگه، اسم خودتون هر چیزی دلتون بخواد میتونید بذارید، بک رایت ترانسفورم، اینا بک لفت ترانسفورم. اینم برای 4 تا چرخ ترانسفورم، این 4 تا چرخمون که اینا رو بریم ایمار کنیم. چه جوری؟ یه دونه متد میتونیم بسازیم، متد آپدیت کننده ای همه چرخامون، که همه این کارهایی که ما روی کلایدر رو انجام دادیم رو بیاد انجام بده روی خود ترانسفورم و به ما نشون بده که چرخ داره میچرخه، داره کار میکنه. یه دونه متد میذارم به اسم آپدیت ویلز، یعنی بیا چرخهای ما رو به روز رسانی بکن. و این پایین به دو تا متد احتیاج داریم، اولی متد هم متد آپدیت ویز و پایینش اینه پرایوت وید آپدیت سینگل ویز، یعنی دونه دونه شون رو چون بعد ما آپدیت بکنیم یه دونه متد تو هم آپدیت وی سینگل ویز که داخل اون متد هی نیایم یه کارو انجام بدیم، داخل این متد انجام بدیم و داخل اون متد اینو صدا بزنیم. یه ورودی قراره بگیره، ورودیش چرخ دیگه، ورودیش اون چرخیه که همه چیو داره یعنی کلایدرمون، و اونه که چرخی که هیچیو نداره یعنی مشمون. پس اول از همه ویلز کلایدر رو گرفتم که اسمشو گذاشتم ویل کلایدر، و بعدش اون ترانسفورمی که قرار روش اعمال بشه، حالا چرخشا ترانسفورم ویل ترانسفورم یا آره همون ویل ترانسفورم، که خب اینم از این. این ورودی هم اگه بخوام بدم اینجا دونه ویرگول میذارم، اولی که دادم کلایدرشو، خود ترانسفورمم که میشه ویلز ترانسفورم با دبلیو کوچیک، دبلی کوچیک ویل ترانسفورم دات همون چرخ اول دقیقا، یعنی فرانت رایت. مطمئن باشید که اینا رو درست بدید، اگه اینجا فرانت رایت رو دادید این جلو هم فرانت رایت رو بدید، یه وقت چرخ عقب رو چرخ جلو اعمال نشه و همه چی به هم نریزه. الان یه ایراد از من میگیره و ایرادش اینه که ما اینا رو کپی کردیم و یادمون رفت که بریم ترانسفورم، اینا دیگه ویل کلایدر نیستن، ترانسفورمن، برای همه رو تغییر دادم به ترانسفورم و خب برمیگردیم اینجا ایرادمون درست شد. خب داخل اینجا فقط کاری که باید بکنیم اینه که پوزیشن و روتیشن اون کلایدرمون رو بدیم به ترانسفورممون. چجوری؟ یه دونه وکتور تیری به عنوان پوزیشن میسازیم، یه دونه کواترنیون به عنوان روتیشن میسازیم، کواترنیون یعنی همون روتیشن. این از این. حالا اینا رو از ویل کلایدرمون میگیریم. چجوری میگیریم؟ ویل کلایدر دات گت ورد پوز، ورد پوز که همه اینا رو به طور دقیق میگیره میریزه توی پوز و روت ما. اینجوری اوت که بهش بدیم، یه فیلدیو وقتی اوت میدید یعنی میاد اونو تغییر میده، یعنی پوز روت ما رو تغییر میده، پوزیشن ما به عنوان دیگه صفر، اگه این صفره میاد این متد دیگه تغییرش میده، دیگه صفر نیست. این ویل کلایدر ما همه پوزیشنش و روتیشنش رفته داخل این دوتا فیلدی که ما دادیم، یعنی وکتور سمون و کواترنیونمون. به وسیله این متد و این دستور میتونید این کار رو انجام بدید که اوتشو بدید، اوت هر دوتا فیلدمون رو، و اینجوری پرشون میکنه. الان پر شدن توسط این متد، پر شدن. حالا بعد اینا رو خالی کنیم روی خود ترانسفورممون. چجوری؟ خب کاری نداره که، اون ترانسفورممون رو میاریم و خالی میکنیم روش. الان همه ترانسفورم پوزیشن و روتیشن این ویل کلایدر ما رفت داخل اون دوتا فیلدی که اون بالا داریم، و حالا همینا رو خالی میکنیم روی ویل ترانسفورممون. چجوری؟ ویل ترانسفورم دات پوزیشنش مساوی میشه با پوز، و ویل ترانسفورم دات روتیشنش مساوی میشه با روت. خب خیلی آسون بود، تمام شد رفت. الان آپدیت شدن، یعنی کار خیلی سختی نبود آپدیت کردنشون، فقط کافی بود که پوزیشن و روتیشن رو از اون بگیریم بدیم به اینه که. خب این آپدیت رو برای هر چهار تاشون میذاریم که حتما حتما این اسامی یادتون نره، چون من کپی کردم، باید خیلی حواستون باشه که یه وقت این وسط چیزی از دستتون، از زیر دستتون در نره، چون همش کپی شده و ممکنه ایرادی بالاخره پیش بیاد. اسامی رو همه رو درست درست بدید، و خب الان من دادم همه رو و تکمیل شد. برگشتم داخل یونیتی، اینا رو که همه رو اسامی کردیم، بعد فاید ویل کلادر رو دوباره اسامی بکنم چون اسمشون رو تغییر دادم، دوباره ویل کلادر رو اسامی میکنم. خب حالا میریم سراغ مشامون که اینو باز میکنم، اینو که میبندم، مشا رو هم دونه دونه به همون ترتیب اسامی میکنیم. خب اینم از این، اسامی شد همش، و بریم پلی کنیم که ببینیم آیا این کار انجام میشه یا نه. خب الان من با کارم حرکت میکنم با ماشینم، و همچنین همه چی درست مثل قبله، و الان ببینید چرخهای منم داره میچرخه همچنین، در نشاید اینجا خیلی درست معلوم نمیشه، حالا میبینید داخل یونیتی بهتون معلوم نشون میدم. ببینید الان کاملا درست بود، ببینید چرخ ماشین من داره را میره و این چرخها هم داره میچرخه، خیلی آروم میره دنبالش. ببینید آن کاملا درسته، چرخهای ما داره میچرخه و ماشینمون هم که داره درست کار میکنه. خب چیز بعدی ها، یه چیزی که میخواستم بهتون نشون بدم، یه چند تا ایراد داره که اینا رو، البته ایرادای خیلی خاصی نیست، ولی خب میتونیم درستشون بکنیم. ممکنه ماشینشون با ماشین فرق کنه، و اگه اینجوری بپیچیم باعث میشه که ماشین از زمین جدا شه، اینجوری چپه کنه. ببین اگه من زیادی بچرخم ماشین من، چون حالا نوعش و شکلش یه جوریه که چپه نمی‌کنه، ولی شاید برای شما چپه کنه، ببین از زمین داره جدا میشه ماشین منم. برای اینکه اتفاق نیفته و حالا ماشین ما چپه نکنه، باید یه خورده سرعت، یعنی اسپرینگ و دمپرمون رو زیاد بکنیم. میریم داخل این ویل کلایدرامون، همه رو سلکت می‌کنم، اینجا اسپرینگ داریم و دمپر، همه رو ضرب در دو کنیم، 35000 ضرب در تو چند میشه؟ میشه 70000. اینو می‌کنیم میشه 70000.
4500 ضرب در 2 چقدر میشه؟ میشه 9000. که البته من میگم این 70000 بیشتر بکنیم بهتره، من میکنمش 90000، 20000 دیگه گذاشتم روش. اینجوری بکنیم دیگه ماشین ما انگار یه جوری چسبیده به زمین، اینجوری باعث میشه که دیگه ماشین ما چپه نکنه. اگر 1% حالا چپه کنه دیگه این کارو جلوشو گرفتیم. یه بار دیگه پلی بکنیم ببینید ماشین من با موقع چرخیدن داشت از زمین جدا میشد، ولی الان این کارو کردم ببینید اصلا از زمین جدا نمیشه، چسبیده به زمین. ولی چسب زدی، خب کاملا درسته، ماشین داره درست کار میکنه، ولی یه چیز دیگه میمونه. خب کامرا باید بره دنبال ماشین، اگه نره دنبالش که نمیشه. الان ترمز من ست کردم، ترمز من داره درست کار میکنه. ترمزو که میگیری چرخا کاملا قفل میشن، انگار ترمز دستی کشیدی کاملا قفل میشن. خب چیز بعدی گفتیم که کامرامون بره دنبال ماشین، که خب برای این کار من خب مین کامرا یه دونه کلاس میسازیم که البته من از قبل ساختم. دلیل اینکه من از قبل ساختم و الان دیگه نمی‌نویسیم به خاطر اینکه دیگه موضوع ویدیو ما راجع به ماشین بود و فقط اینو توضیحتون بدم. یه دونه ترانسفورم ساختیم به اسم تارگت که همون ماشینمونه، ترانزیت اسپید یعنی سرعت دنبال کردن ماشینمون، و روتیشن اسپید سرعت چرخیدنش که سرعت چرخیدن و نگاه کردن به ماشین در اصل، و یه دونه پابلیک وکتور سه آفست ها که چون میخوام از ویو های مختلفی داخل بازی های ماشینی، معمولا ویو های مختلفی داره ماشین، از داخل ماشین، از پشت ماشین، از راست، و برای همین آفست ها گذاشتم، یه دونه اری گذاشتم و پایینش هم یه دونه کارنت آفست که اینجا داخل این متد هندل کامرا ویو اومد گفت که اگر دکمه وی یعنی همون ویو رو بزنه میاد به کارنت آفستمون یه دونه اضافه میکنه، و اگر این هی زیاد شه زیاد شه زیاد شه و از آفستمون دات لنسش از آفست هامون دات لنسش بیشتر بشه میاد دوباره صفر میکنه، یعنی هی میره با مثلا تا 5 دوباره میشه صفر، 1 2 3 4 5 دوباره صفر، 1 2 3 4 5 دوباره صفر، که دیگه یه موقع بیشتر نشه. به عنوان اگه ما 5 تا ویو داریم همون 5 تا ویو رو به ما نشون بده، دیگه بیشتر از اون به ما نشون نده. و اینجا هم که یه ورودی داره، ورودی همون آفست یه وکتور 3 که ورودیش میشه همون آفست ها قسمت کارنت آفستش، که میاد اینو میده به این وکتور 3 تارگت پوزیشن که مساویش کردیم با تارگت دات ترانسفورم پوینت آفست، یعنی همون به عنوان به این معنی میشه که میاد فاصله ما رو تا تارگتمون به دست میاره میریزه داخل تارگت پوزیشن، و بعد میایم به وسیله متد لرپ پوزیشن خودمون رو میدیم، پوزیشن تارگتمون رو میدیم، و سرعتی هم که میخوایم دنبالش بره رو بهش میدیم. این متد خود متد لرپ خودش باعث میشه که ترانسفورم خودمون رو ببره دنبال ترانسفورم کارمون یعنی ماشینمون با اون سرعتی که بهش دادیم، دیگه نیازی نیست ما کالی بکنیم. بعدش هندل روتیشن داریم که اینم به همون صورت یه دون دایرکشن میسازیم، یعنی دایرکشنی که میخواد به سمتش نگاه بکنه، که میشه اختلاف خود ما یا اختلاف ماشینمون با ما، که میشه تارگت پوزیشنمون منهای پوزیشن ما، که اختلافش اینجوری به دست میاد با منها کردن. و بعدش اینو می‌ریزیم داخل یک کواترنیون روتیشنی، کواترنیون دات لوک روتیشن میزنیم به چه سمتی نگاه کنه، به دایرکشنمون نگاه کنه دیگه. بعدش اینو می‌ریزیم داخل روتیشن، و بعدش با همون متد ترانسفورم دات روتیشنمون رو مساوی بکن با کواترنیون دات لرپ، دوباره روتیشن خودمون رو میدیم، روتیشن تارگتمون رو میدیم، و سرعتی که می‌خوایم باهاش بهش نگاه بکنه رو میدیم، و خود این متد همه کارا رو انجام میده. بعدش هم این متد بود که هندل ویو بود که اینم میذاریم داخل فیکس آپدیت، من نذاشته بودم اینم میذاریم، و خب الان همه چی کاملا درسته. بریم داخل یونیتی ببینیم این مین کامرای ما درست کار میکنه یا نه. ترانزیت اسپید رو من میذارم روی 10، کارم هم بهش آسان کردم، روتیشن اسپیدم گذاشتم رو 10، و آفست ها من سه تا آفست بیشتر نمیخوام بذارم، شما هر چیزی که دلتون بخواد میتونید بذارید، ولی من سه تا بیشتر نمیذارم. یه دونه از عقب که الان من ببینید به این شکل بیاید پشت دقیقا ماشینتون و همه چیز ست بکنید، بعد از اینکه ست شد کامراتون رو سلکت بکنید، اینجا گیم آبجکت رو بزنید و الاین ویت ویو رو بزنید، که خود کامراتون بتونه خودکار دقیقا میاد همون جایی که الان دارید نگاه میکنید، یعنی گیم رو بزنم همونجاست دقیقا. پس به این شکل میتونید کامراتون رو دقیقا با همون ویوی که از سین دارید ست بکنید. که البته من صورت چیزاشو دقیق میکنم، x 0 y 3 و z منفی 6 اونیم، اینا رو اینجا اساین میکنیم، x 0 y 3 و z هم منفی 6 اونیم. بعدیش میخوام یه خورده بیاد به سمت راست، یعنی x بشه 3 اونیم تا به عنوان مثال، یه خورده قدش بیاد پایین تر یعنی 2 اونیم تا به عنوان مثال، و یه خورده هم نزدیک تر بشه، عوض 6 میدم 5، یه خورده نزدیک تر. پایینش هم دقیقا همون ولی از سمت چپ، یعنی منفی 3 اونیم، قد همون 2.5 و یه خورده همون نزدیکتر که همین منفی 5. شما هر چقدر دلتون میخواد میتونید ویو بدید، ولی من همین رو دادم که الان ببینید. خب الان کاملا داره درست دنبال ماشین ما میره، و اگه ماشین ما هم میچرخه کامرای ما خیلی درست داره بهش نگاه میکنه. الان من ویو هم که زدم همونجوری ببینید، الان من از سمت راست دوباره ویو زدم، اون از سمت چپ و دوباره ویو بزنم میره وسط، و همینجوری که میتونید ویو بزنید و بین ویو هاتون سویچ بکنید، و از هر ویو که دلتون میخواد ماشینتون نگاه بکنید. شما میتونید ویو های بیشتری بذارید، ببرید داخل ماشین، بذارید نوک ماشین و چیزهای دیگه به ماشینتون اضافه بکنید، برید اونجا داخل ویل کلایدر و ویل کلایدر رو تغییر بدید، و هر چیزی که دلتون میخواد به ماشینتون اضافه بکنید، سرعت، ترمز و هر چیز دیگه.
خب این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم و امیدوارم که ازش استفاده کرده باشید و لذت برده باشید و یه ماشین خیلی زیبایی رو با هم دیگه ساخته باشید. یادتون نره که حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید برای اینکه بتونید بیشتر از ویدیوهای من استفاده بکنید، برای اینکه دکمه لایک هم بزنید برای اینکه دیگران هم بتونن از این ویدیو استفاده بکنن و لذتش ببرن. پس دیگه تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.